سلام، من معلم شما دامبیهو هستم. از امروز شما رو با شاهکارهای شگفت‌انگیزی آشنا می‌کنم. شاهکارها قطعاتی از آثار هنری هنرمندان مشهور هستند. کسی از شما می‌تونه دستشو بلند کنه و به من بگه که آیا هنرمندی رو می‌شناسه؟ خب، بعضی از شما می‌دونید و بعضی دیگه ممکنه ندونید. اگه نمی‌دونید اشکالی نداره، چون ما با هم اونها رو یاد خواهیم گرفت. امروز قصد داریم درباره هنرمندی به نام کلود مونه یاد بگیریم. به طور خلاصه بهش میگیم مونه. وقتی به آثار هنری مونه نگاه میکنید، دنبال ویژگی‌ها باشید. از خودتون بپرسید که چطوری اون رو بیان کرده. من میخوام که شما در مورد اون فکر کنید. بسیار خوب، پس بیاید به آثار هنری مونه یه نگاهی بندازیم. مونه واقعاً به نورها علاقه داشت. بنابراین اون تغییرات یک جسم رو در زمانهای مختلف نسبت به تابش نور خورشید نقاشی کرد. این نقاشی از کلیسای جامع روئن هست که با تابش نور خورشید اینطوری به نظر میاد. وقتی که هوا ابریه اینطوری به نظر میاد. و این تصویر همون کلیسا رو در صبح زود توصیف میکنه. بنابراین این ساختمون همون ساختمونه. اما بسته به نور خورشید اون احساسات متفاوتی رو به هر فرد و به همه افراد داده. به اطراف خودتون نگاه کنید و ببینید که چطور یک جسم بسته به نور خورشید تغییر میکنه. یا این یکی، این در صبح کشیده شده و این در غروب خورشید کشیده شده و این یکی در یک روز برفی کشیده شده. بنابراین وقتی چیزی رو توصیف میکنید میتونه بر اساس زمان و فصل متفاوت به نظر بیاد. درسته؟ ما میخوایم این تصویر رو با هم توصیف کنیم. آیا میتونید این کار رو به خوبی انجام بدید؟ بیایید یه انبار کاه در سمت راست بکشیم. کمی از کوه رو در پشت اون بکشیم. این از طرحش. حالا بیایید با هم رنگش کنیم. سعی کنید رنگ‌های مورد علاقتون رو مثل اینها همپوشانی و ترکیب کنید. وقتی که این کار رو می‌کنید، رنگ خیلی جذاب‌تری نسبت به زمانی که فقط از یک رنگ استفاده می‌کنید به دست میاد. بعد از ترکیب شدن، رنگ خیلی بهتر به نظر نمیاد؟
برای زمین و آسمون هم همین کار رو انجام بدید. نیازی نیست که خیلی دقیق اون رو رنگ کنید. می‌بینید که وقتی چند تا رنگ رو با هم مخلوط می‌کنید چه رنگی به دست میاد؟ انگشتان خودتون رو شل کنید و خیلی نرم رنگ کنید و اون رنگ روشن‌تر میشه. سعی کنید بقیه کارها رو به همین صورت تموم کنید. با استفاده از این تصویر به عنوان نمونه ویدئو رو چند لحظه استاپ کنید و آزادانه توصیف کنید. خب من این کار رو انجام دادم. به نظر نرم‌تر از قبل نمیاد؟ دلیلش اینه که وقتی رنگ سفید رو اینطوری روی رنگ‌ها میذاری، مثل اینه که رنگ‌ها در هم ترکیب میشن و یک دست‌تر به نظر میان. نرم‌تر میشه، اما شما مجبور نیستید که این روش رو انجام بدید. بچه ها، شما چطور توصیفش کردید؟ خب کلاس امروز چطور بود؟ مونه بیشتر به چه چیزی علاقه داشت؟ درسته، اون بیشتر به نور علاقه داشت. آیا شما تا حالا دیدید که بسته به نور افراد اطراف شما چطور متفاوت به نظر میرسن؟ ببینید چطور یک منظره در طول روز، صبح، ظهر و شب متفاوت به نظر میرسه و ببینید که چطوری اجسام اطراف شما در نور زیاد و نور کم متفاوت به نظر میان. به نظر میاد متفاوت از حد معموله. خب پس لطفاً منتظر کلاس بعدی ما باشید. خداحافظ.